خوبین؟ حالتون حال خوبه؟ شما چطوره؟ ممنون، خیلی تشکر. ارادت، مخلصتون شما. لطف دارید. خیلی ببخشید متشکرم. خواهش. محترم، من یک جایی هستم، اون آپارتمانی که هستم داخلش دورش پر ساختمانای بلند بود، اینترنت جواب نمیداد، مجبور شدم بیام توی خیابون یه کافه پیدا کنم. من توی کافه، من موقعی که شما صحبت بله. میکنی صدا خودم رو قطع میکنم که صدای محیط مزاحم صحبت شما نباشه. مشکلی نیست، من در خدمت. عزیز من یه نکته ای فقط بگم بعد بحث رو شروع کنیم، ما از شما استفاده کنیم. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببینید، ما چندین ساله، حالا من از وقتی که یادم میاد میتونستم روزنامه بخونم، شاید از مثلا 10-11 سالگی که یه ذره رفتیم مسجد و یه سری تو سرا آوردیم و اخبار رو رصد کردیم. بارها و بارها شرکت های اومدن به اسم شرکت نفتی تو جنوب، نمیدونم تحویل خودرو به اسم توی قم، به اسم نمیدونم بسته‌بندی حبوبات، نمیدونم به اسمای مختلف، یا همین الان این قضیه موبایل، همین الان مثل همین موبایل بازم دو سه تا شرکت دیگه تو ایران دارن فعالیت میکنن. حتی مواردی توی تلویزیون، کرم نمیدونم حلزون، اون پروژه توی مشهد، پروژه اسمش یادم رفت، پروژه بزرگی بود، شاندیز نمیدونم چی، پولای مردم رو گرفتن، بعد پدیده شاندیز، یا حتی به اسم بورس که سران مملکت به مردم گفتن برید تو بورس، پولاشون رو بردن تو بورس، یه سقوط وحشتناک کرد و مردم کلی مالشون از دست دادن و کسی هم مؤاخذه نشد، مردم موندن و راهروهای دادگاه و مشکلات این مدلی. خوام ببینم بالاخره قابل پیگیریه اونایی که تبلیغ میکنن، اونایی که تشویق میکنن مردمو میبرن توی این سیستما و پول مردم هیچ میشه و خب پرونده‌های قضایی هم میدونید دنبالش میدوی تو دادگاه، حالا برو ببینم کی پولتو بگیری. بعد این وسط های تورمایی هم میخوره به قصه که اصلا دیگه هیچی تش نمیمونه برای مردم. یعنی کسی که 5 سال پیش 100 میلیون از دست داده اصلا با الان قابل مقایسه نیست، خونش رو فروخته رفته تو بورس یا رفته یه سرمایه گذاری کرده. همین الان تو قصه موبایل، خب من خودم یه اعتراضی دارم به مردم، میگم آقا چرا باورتون میشه؟ اگه طرفم یه دوستی به من گفت داداش من 200 میلیون پول داشتم، نمیشه باش خونه بخری، نه ماشین بخری، هیچ کاریش نمیشه و ارزشش هم همینجوری داره میریزه. من رفتم 5 تا موبایل ثبت نام کردم، واقعا اصل پولم از دست نره، ارزش پولم، یعنی انقدر اقتصاد ما بیمار شده، موبایل شده کالای سرمایه‌ای. الان تکلیف اینه که مردمو تشویق کرده، مثلا نهاد دولتی، آدم دولتی مسئول حتی در سطح رئیس جمهور، و مردم رفتن مالشون از دست دادن. بعد نهاد نظارتی داری، انواع و اقسامشو، وزارت سمت داری، چه میدونم مجوز، بالاخره 50 تا میری مجوز میگیری میخوای یه کاری بکنی، یه شرکتی بزنی، تو تلویزیون تبلیغ کردی، بیلبوردهای تهران دستت بوده. من میخوام بدونم الان تکلیف مردم این وسط چیه، بازیگرای اصلی کیان، مقصرای اصلی کیان، اینا رو ما بشنویم به عنوان یک از نظر حقوقی، از نظر حقوقی چیکار باید، کیا مسئولن، چجوری میشه پیگیری کرد، و اینکه اصلا اصل این قصه چیه دیگه. شما زارید. بله بفهم. ممنونم از اینکه لطف کردید به ما اعتماد کردید و میخوام بینم که چقدر وقت دارم، چون مسئله خیلی خوب پیچیده است، یه مقدار وقت زیاد میخواد. الان چقدر میتونم من صحبت بکنم؟ ما کل لایومون قرار گوشیم بشه 1 ساعت. من هیچی نمیگم، یک ساعت. من فقط گوش میدم، من فقط گوش میدم. بله به حضور شما عرض کنم که من بدون مقدمه عرض کنم از یه جای شروع میکنم. من دادستان قدیم قم مرحوم اکبر السادات، شاید میشناسید، خدا رحمتش کنه، سال 80 دو تا طرح ضربتی داشت، اسمش هم گذاشت طرح نور 1 و نور 2. از این طرحهای ضربتی که دیدید یه دفعه حمله میکنن، یه روز معتادا رو جمع میکنن، یه روز کلاهبردارا رو جمع میکنن، یه روز به قول معروف کسایی که اسمشون میذارن اراذل و اوباش جمع میکنن. اینجا هم عده‌ای رو جمع کرد و در این تر عده‌ای از نیروی انتظامی بودن، عده‌ای از نهادهای دیگه بودن، عده‌ای قاضی بودن،
که اونایی که میگرفتن و کامپیوترشون رو ضبط میکردن همون شب تا صبح اینا رو تفهیم اتهام و قرار رو عرض کنم اینا. بعد که تمام شد ایشون به من گفتن که فلانی شما یه تحقیق میدانی کن ببینید طرح چجوری بوده، بازخوردش چی بوده، موفق بوده یا نبوده. من یه تحقیق میدانی کردم، خب خودم تو طرح شرکت داشتم، با متهمین صحبت کرده بودم، تفهیم اتهام و دفاعیاتشون رو شنیده بودم و با قضاتی که شرکت داشتن صحبت کردم، با مردم، با خیلی ها تحقیق میدانی مفصلی کردم. در نهایت گزارش مفصلی تهیه کردم. اون اساس گزارش من که منتهی شد به یه طرح این بود که آقا این طرح‌های ضربتی یه جراحیه. جراحی یعنی درآوردن یک دمل چرکین یا سرطانی، قده چرکین یا سرطانی که در یک سیستمی شکل گرفته و وقتی به اینجا میرسه جراحی هم حتما لازمه. ما ببینیم چرا این دمل شکل گرفته، چرا این قده شکل گرفته. معلوم شد که این جرم ها در یک سال و دو سال و سه سال نیست، این جرم ها، حالا من اسمشو نمیتونم جرم بذارم، این اتفاقات در مدت طولانی شکل میگیرن. من طرحی که سال 80 و شاید یک میشد 80 میشد یادم نیست دقیقا تدوین کردم و تقدیم کردم این بود آقا در هر دادستانی یک دفتر دفاع از حقوق عمومی تشکیل بشه. اینا چی کار کنن؟ اینا بیان سرک بکشن تو جامعه زیر نظر یه قاضی باهوش. اگر میبینن که یک اتفاقی داره میفته، طرف 100 میلیون پول میگیره و ماهی 5 میلیون سود میده که هیچ تجارت اینجوری سود نمیده، بلافاصله بره نگیره، نگیره، نبنده، نکوبه، چکشی، نه یه کارشناسی بفرسته محترمانه، اگرم که معلوم شد سالمه که الحمدلله سالمه، بگه آقا شما 100 میلیون پول گرفتی داری ماهی 5 میلیون سود میدی، این یکم غیر متعارفه، اجازه بدید کارشناس ما اینجا رو بررسی کنه، اختیار قضایی هم داره دیگه، میره بررسی میکنه، اگه نادرست بود همونجا جلوشو میگیره، نمیذاره شکل بگیره. گفتم آقای راهش اینه در هر دادستانی یک دفتری بذارید زیر نظر یه قاضی باهوش، رصد کنن نذارن شکل بگیره. آقا وقتی در تهران پرونده ای تشکیل میشه با 480 هزار شاکی، این در چه مدتی انجام شده؟ من عقیدم اینه هر جایی یک پرونده ای تشکیل میشه با 500 تا شاکی، 1000 تا شاکی، 10000 تا شاکی، نمونهش داریم 14000 تا شاکی، نمونهش داریم 480000 شاکی، اینجا اولین شخصی که باید یقش گرفته بشه دادستانه. آقای دادستان تو مدعی العموم بودی چه کار میکردی؟ ما ترکا مسئله داریم، میگیم تازنن بیشتی نند ترکی پیده یو آگوی، نمیدم ترکی بلدید یا نم، از هیزی سگ نگهبانه که روبات و طویل خونه کرده. من ترکی بیل میرم، من خانمم ترکی ولی خودم بلد. انشالله یاد میگیریم، انشالله به امید روزه که همه ترکی یاد، همه دنیا ترکی یاد بگیرم انشالله. به حضور شما عرض کنم، پس بنابراین ریشه این غفلت دادستانی، البته ریشه این روی کارها، حالا به اصل کار میپردازم. در جامعه یک پدیده هایی، حالا به این میگم کلاهبرداری به روش پانزی مثلا، دیگه یکی میاد مالی جمع میکنه سود خیلی زیاد میده، بقیه هم میان پول میدن دوباره پول خیلی زیاد میده، همینطوری میده هی جمع میشه جمع میشه، بهمنوار یه مقدار زیادی که جمع پول جمع شد جمع میکنه غیبش میزنه. خب این یه پدیده است. پدیده دیگه هم داریم، اون پدیده چیه؟ کولبری. اون پدیده چیه؟ تهلنجی.
نمیتونم اینا رو توضیح بدم. پدیده چیه؟ اسیری، چتر بازی، عرض کنم خدمت شما از اینا زیاد داریم. اسیری یه دارو فقط پاسپورتشون رو میگیرن، ساچای بسته بندی شده بهشون میدن، میبرن میارن، آقا به اینا آب کم میدن، غذا کم میدن، فقط عشقشون میرن خارج میان یه پولی هم بهشون میدن. چرا؟ کالای همراه مسافر باشون میارن. اسیری میگم به این آقا چرا اینا شکل میگیره؟ اصلا بریم این سیاست حکومته که اینا رو شکل میده. آقای حکومت شما چه کار کردی که مردم برگشتن به عصر حجر؟ بابا ماشین اومده، قطار اومده، هواپیما اومده، دوره کول کردن بار رو از کوه و کمر رو کول آوردن بابا چند هزار سال گذشته. بعد میان میگن چی؟ سازماندهی کول برا. ای بابا، مثل این که ما هواپیما و ماشین و قطار و بازنشستگی، البته بلا تشبیه در مثل مناقشه نیست، ماشین و هواپیما و قطار و همه رو از دور خارج کنیم، اون وقت مردم بیان چی؟ مجبور بشن با اسب و الاغ و اینا رفت آمد کنن. بعد دولت بیاد بگه ما باید این الاغ ها و اسب ها رو سازماندهی بکنیم. نمیشه در امروز اسب و الاغ ها بدون جا بمونن که ایستگاه ها و طویله هایی قرار بدیم، استبل هایی قرار بدیم. بابا اصلا چرا برگشتی به اینجا که میخوای اینا رو سازماندهی بکنی؟ اصلا از البته جسارت نشه، من مثل بود، نعوذ بالله، پول برا مردم شریفی هم کار میکنن، چرا شکل گرفت؟ جانم آجا فرمانی در مثل مناقشه نیست، این یه اصطلاح بیه. بعد متوجه نمیشه، خدای نکرده فکر میکنن قصد مثلا توهین بود. استغفر شما من دست اونا رو میبوسم، کولبرا انسانهای شریفی هستن، دستشون رو میبوسم، برای روزشون کار میکنم و روزی حلال. اگر اون لیسانس و فوق لیسانس کولبر شده باید یقه حاکمیت رو گرفت. آقا درس خونده، لیسانس شده، فوق لیسانس شده، داره کولبری میکنه. خب حالا چرا؟ آقا چه کار کنیم اینطور نشه؟ راهش اینه آقا، لطفاً خواهش میکنیم برید اون دانشمندایی که خانه نشین کردید، بازنشسته کردید به زور، جسارتاً بزخواهی بکنم زندانن، از کشور رفتن بیرون، یه عفو عمومی بگید بدید برگرده. آقا اینا رو جمع کنید، اینا رو بیارید، نه که بیارید بهش بگید چه کار کنن، اینا رو بیارید اونا به شما بگن چه کار کنید، باور کنید درست میشه. این راه حل داره. آقا وقتی شما زانو درد میگیری، تعادل رو از دست میدی، میری دکتر، دکتر حاضر میگه مشکل در گوش توه. آقا رابطش چیه؟ اون دیگه دانش امروز فهمیده رابطش چیه. چه کاری حاکمیت کرده که مردم رفتن هجوم بردن موبایل آیفون بخرن؟ چرا قبلا اینطور نمیشون؟ آقا یه دفعه یکی نشسته، این خوبه که تحریمش کنیم اینو، نه آقا موبایل من، اصلا موبایل من ممنوع بشه، نمیدونه این تصمیم بشه اتفاقی میفته تو جامعه. خب اما اینا مردم میگن آقا حکومت این کار کرده، حالا ما چی کار کنیم؟ من بحثم اینه، آقا من قصد قضاوت ندارم، من نمیتونم قبل از محاکمه همونطور که الان رسمه افراد رو محکوم میکنن، حکمم صادر میکنن، مردم و رسانه ها و چی، بعد وقت دستگاه قضا مجبور این حکم فقط اجرا کنه، نه، تا محاکمه نشده من نمیتونم حکمی صادر کنم. ولی اونی که مسلمه عده مالشون از دست دادن، خب مال بر برنده میگم، نگید برنده یعنی خوب شدن، یعنی مالی که کسی که مال برده، یه برنده داریم، چند تا بازنده داریم؟ یک برنده داریم که مالها رو برده، سه تا بازنده داریم، مال باخته، اعتبار باخته، اعتماد باخته. یه توضیح بدم، میدونید جسارت نشه، حضرت علی علیه السلام میفرمه اکثر و مسار
اسرار العقول تحت بروق المطامع. من تو جلسات تو مال باخته ها هم میومدم براشون توضیح میدادم، طرف کلا برداری شد. میگفتم آقا تو جاده دوبانده که دوتا ماشین میان میرن تو شب رانندگی کردی؟ گفت بله آجا. گفتم وقتی هیچ ماشین نیست رانندگی میکنی؟ چراغم داری؟ چقدر خوبه. میگه آره. میگم از دور یه دفعه یه ماشین با نور بالا بالا و هالوجن از دور میاد، چه اتفاق میفته؟ میگه اصلا دیگه هیچ جا رو نمیبینم. میگم اون برق طمع این کار رو میکنه. آقای مال باخته، آقای اعتبار باخته، اون طمع تو رو وادار کرد این کار رو کنی. هر کسی به ذهن دیده شده معمولا طمع کرده. ولی من میتونم بیام اونو مجازات کنم؟ دولت برای این اصلا آدمیزاد طمعکاره. خلق الانسان ها حلوه، خلق الانسان ها ضعیف ها. ما که نمیتونم مرا رو مجازات کنیم. بنابراین اینجا سه تا باخته داریم. مال باخته، مردم پولشون از دستشون رفته. اعتبار باخته، آدم های مشهور تبلیغ کردن اعتبارشون از دست دادن، الان فوششون میدن. اینم باخته است. و اعتماد باخته، حاکمیت اعتمادش از دست داد. گفتن آقا مثل این که اونطورم که میگیم هرچی شده عوضش امنیت داریم. آقا امنیت نداریم. مال تو بردم ولی امنیت داری؟ میگم بابا مال اندازه خون ارزش داره. مگه نمیگیم من قتل دون ماله فهو شهید؟ اگه کسی برای مالش کشته بشه شهیده. خب مالش رو بردن، این امنیته بیان یه دفعه اینقدر مال ببرن؟ خب حاکمیت اعتماد مردم رو از دست داده. اما مال باخته قابل ملامته. آقا چرا اعتماد کردی؟ خیلی خوب. اون میگه آقا این تابلو، این مجوز، این مکان، مگه میشه تحت حاکمیت این کارو کنم؟ به افراد مشهور میگیم آقای افراد مشهور شما چرا اعتماد کردید؟ میگه بابا شرکت مجوز داره، به ما هم پول داده، ما هم باید کاذبی کنیم. خب ما هم اعتماد کردیم، تبلیغ گفتیم، تبلیغ کردیم. درسته طمع کرده، اما اونم باخته است. خواهشن تسویه حساب سیاسی ممنوع. نرید سراغ تسویه. افراد مشهورم باختن، اعتبارشون رو باختن. ولی دولت که اعتمادشو باخته، آقا ای پاسبان بیدار شو، تو خواب بودی. اگر یه جایی یه نگهبان بذاریم، یه انباری چند هزار تن باره، اگه یه دفعه اومدن بردن، میگه آقا یه دفعه اتفاق افتاد، دست با منو بستن، چیکار کردن؟ خب به دولت میگه آقا یکی جرم کرد، منم مجازاتش کردم دیگه. اما اگر 3-4 سال روز 6-7 دوبانه در این انبار بار بردن، به این نگهبان چی باید بگیم؟ آقا نگهبان من تو رو گذاشتم روز 6-7 بار میبردن، تو خبردار نمیشدی؟ اینجا اون اعتماد باخته باید جواب بده، اون حاکم باید جواب بده. پس اینم یک، باخته ها رو بشناسیم، برده ها رو بشناسیم و زمینه رو بشناسیم که خوابیدن پاسبانه. راهش چیه؟ هیچ راهی در دنیا وجود نداره به جز سپردن کارها به متخصصی. میگه سلطان سنجر را وقتی به دست غزان گرفتار آمد، پرسیدن چه کردی که ملک سلجوقی با آن وسعت مزمحل شد؟ گفت کارهای خرد را به افراد بزرگ فرمودیم و کارهای بزرگ را به افراد خرد. افراد مردان خرد از پس کارهای بزرگ بر نیامدند و مردان بزرگ رغبت به کارهای خرد نکردند و این چنین بود که ملک مزمحل شد. میگم آقای حاکم، هر کی هستی، شاه، امام، رهبری، اون وقت هر کی هستی، بابا ملک اینجوری نمیمونه. باور کنید، باور
باور کنید اگر اون کارشناس ها رو بیاری کاری بد کار رو بدی دست اونها، خودت باقی میمونی. آخه حکومت کردن به کسایی که تا کمر خم میشن تو سطل زباله چه افتخاری داره؟ بابا اون دانشمندا بگید بیان از خارج، اصلا ثروتشون رو نیارن بزنن اونجا. آقا ثروت خود این آدمه، خود این آدمه که بهت میگه چه کار کنی که اینو نجات بدی، که کشور رو نجات بدی. من تعجب میکنم این کارها که سپردن این کارهاست دست افراد نالایق، این کارها کار کسایی نیست که کشور رو دوست داشته باشن. نمیخوام اتهام بزنم ولی این کارها کارهای اون بسیار خوب. حالا این کار انجام شده، علتش هم ریشهش اونه، ریشه اصلی و برو. اما دستگاه قضا چیه؟ دستگاه قضا کارش چی بگم؟ مثل اون گچکار آخره که کجی های دیوار رو باید درست کنه، کجی های خیلی جا رو باید درست کنه. آقا گچکار یا نه تو باید درست کنی، بابا بنده غلط درست کرد. دستگاه قضا اینه. ما الان چه کار باید بکنیم؟ قدم اول، قدم اول آقا جون به قاضی ها فرصت نفس کشیدن بدید. میدونید الان خیلی از قاضی ها رو به زور نگه داشتن در دستگاه قضا. بابا توان نداره، 18 ساعت در روز کار میکنه. خب 18 ساعت چه کار میکنه؟ باور کن 18 ساعت در روز کار میکنه. 50-40% پرونده ها اصلا قضایی نیست، این داره رسیدگی میکنه. نمونهش میدونید؟ الان من میخوام حسب وراثت بدم، یک کسی فوت کرده، برو یک استشهادیه بیار، 3 شاهد بیار، گواهی فوتو بده، عرض کنم بیار دادخواست بده، بره شورای حل اختلاف، قاضی ببینه، عرض کنم همه این کارا رو بکنه، آگهی بده. بعد از آگهی چی بشه؟ بگه که وراث این آقا 2 نفره، یه پسر یه دختر. آقای عزیز شما زیر ساخت کد ملی رو 40 سال روش سرمایه گذاشتی، 40 و چند ساله. بابا به ثبت احوال بگو با اون گواهی فوت حسب وراثت هم بده. خود معاون قوه قضاییه میگه، خود معاون قوه قضاییه میگه سالی حالا داره درد دل میکنه ها، میگه سالی 450,000 فقط ما حسب وراثت صادر میکنیم، چیکار کنیم اینا رو؟ میگم خب شما نباید اینو صادر کنی هست، پس این کد ملی رو برش درست کرد. خب آقا این 450,000 تا رو رد کنی، قاضی یه کمی آرومتر میشه. باور کنید من یه پیشنهادی دادم به رئیس دادگستری، گفتم دوستان یه طرحی دارم برای نقد رأی، قاضی ها رو بیاریم بشونیم رو تاس، بگیم آقا این رأیی که دادی چرا دادی، دفاع کن از رأیت. گفت چند تا از آمارمون کم میشه. گفتم از آمارت کم نمیشه، کار علمیه، فایده نداره، باید کار کن از آمار ما کم بشه. بابا 50% پرونده ها مال قاضی ها نیست، شما اینو کم کنید، بعد این قاضی رو که اونجا مشغول یه کار اداری کردی بذار تو شهر نظارت کنه به وضعیت شهر، نذاره یه پرونده با 14,000 قاضی تشکیل بشه، با 14,000 شاکی تشکیل بشه. حالا تا اینجا من عرض کردم، باز اگر که دیگه دنبال صحبت رو شما بگیرید، اگر مطلبی هست من باز توضیح بیشتری بدم، هنوز ادامه داره. بس راجع به این پرونده، این پرونده خاص، الان یه آدمی که میگن سربازی نرفت و سرباز فراری حساب میشه، چند میلیارد پولو چجوری برده تو حساب شرکت، چجوری شرکت زده، چجوری از کشور برده، خودش رفته بیرون، اصلا رفته بیرون، اینا چیه؟ اینا قابل پیگیریه یا قابل پیگیری نیست؟
ببینید، من یک مطلبی عرض میکنم که مسئله اصلی اون بود که چجوری جمع کرده، چجوری مجوز گرفته. خب دولت میاد میگه که ما به قوه قضاییه تذکر داده بودیم. آقا ببینید، من تو صحبت ها معمولا نمیگم دولت، میگم حکومت. مردم حکومت رو میبینن. اگه دولت یعنی هیئت دولت بیاد بگه ما به قوه قضاییه تذکر داده بودیم، خب باز حکومت دیگه. پس معلومه حکومت خبر داشته. حکومت خبر داشته، چرا حکومت اقدام نکرده؟ به جای اینکه مردم بگن دولت خبر داشته، تذکر داده به قوه قضاییه، چرا قوه قضاییه عمل نکرده؟ مردم چی میگن؟ مردم میگن حکومت خبر داشته، چرا حکومت عمل نکرده؟ مردم هویت واحد برای حاکمیت قائلن. پس بنابراین بله، من بهش عرض میکنم. یه نمونه همین الان به تو عرض کنم. ببینید، اون یه زمانی بود اول یک نفری گرفته بودن که سوء استفاده کرده بود با چقدر تبلیغات. من معمولا اسم دوست ندارم بیارم. گرفتن، زندانیش کردن، فلانی اینقدر به فلانی رشوه داده، اینقدر به فلانی رشوه داده، همش هم به یه جناح رشوه داده، اصلا به جناحی دیگه هیچ نداده که رشوه. اصلا اونا اصلا روحشون خبر نداره، فقط به یه گروه رشوه داده و داده، همش هم تلویزیون پخش کردن آقای فلان اینقدر گرفته، آقای فلان اینقدر گرفته. کم مونده بود بگه که اما آقای فلانی فلانی نه نگرفتن اون اصلا. خیلی خوب، حالا اومده رشوه داده، بعد گرفته میشه. باور کنین همون زمان به همکارا میگفتم، خب اون زمان دادیار بودم، میگفتم باور کنید همین الان بزرگ بزرگه داره کار میکنه، 4 سال دیگه در میاد صداش، الان داره کلنگ میزنه بعدن صداش در میاد. همین الان مثلا شرکتی چی داره لباس میفروشه یا مواد آرایشی میپوشه میفروشه، بهداشتی میفروشه. خب میگه که یه نماینده میگیره، بده این معمولا هم خانم ها هست، یه خانم میره نماینده میشه، بله بیا بفروش. شما هر نفری که جذب بکنی برای ما، هر نماینده فروشی که جذب بکنی، یه درصدی از فروش اون مال تو میشه. این میره هر جوری که شده یه نفر رو جذب میکنه. خب به اونم میگه هر نفری که تو جذب کنی یه درصدی از اون مال تو میشه. خب این همون آقا شرکت هرمی تاکتیک عوض میکنه. خب قانون میگه دیگه، قانون مبارزه با اون چیز مفاسد اقتصادی، اخلال در نظام اقتصادی، ماده‌ای که اضافه کرده، میگه هر تجارتی که به افراد سودهای ناشی از افزودن اعضا برسه اون جرمه. خب همون میگه یه نفر، بعد این طرف یه خانم مایی 90 میلیون حقوق میگیره، میره ادهی رو بگیره میاره. یا حتی توی کانالا هر کسی یکی رو اد کنه، 10 تا اد کن، اینقدر پول بگیر. من میبینم اینجا منو عضو کرده، اونجا منو عضو کرده، کارم شده، هی خارج شدم. خب اینی که الان داره اعضا رو مأمور کرده که اگه یه نفر رو عضو کردی تو سود اون شریک، اونم میگه تو اگه یه نفر رو عضو کردی تو سود اون شریک، اونم همینجوری اضافه میشه. این الان داره کار میکنه، ماهی 50 میلیون، ماهی 90 میلیون، ماهی 100 میلیون در میاره. آقای قاضی تو ماهی چقدر در میاری؟ اصلا آقای اصلا رئیس قوه قضاییه اینقدر درآمد داره؟ خب ماهی اینقدر در میاره، اینقدر این نشون، 3 سال دیگه صداش در میاره، 3 سال دیگه معلوم میشه چی؟ یک عالم پول یه دفعه داد مردم در میاد. خب اون وقتی داد مردم در میاد چی میشه؟ اینجا از سال 70 چند سال میشه؟ 30 سال. از سال 70 یک مجتمعی رو دارم میسازم. چند سال شده؟ 30 سال. خب از سال 70 دارم میسازم و دارم میسازم،
نمیدونم کار درست کردم یا کار غلط کردم. من که نمیتونم تا پرونده نبینم و نمیتونم حکم بدم. از 2 سال پیش اومدن آقایون گفتن که عجب شما دارید این، اصلا ببینم شما چه کار دارید میکنید. تو بیا برو زندان، تو بیا برو زندان. چند نفر رو گرفتن چکشی زندان، هیچ کس هم دیگه حق نداره اینجا خونه بسازه، هیچ کس هم دیگه اینجا حق نداره خرید و فروش کنه، تا من ببینم چه خبره. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال همچوری. آقا تو این 30 سال چه کار میکردی که حالا یه دفعه اومدی؟ این برخورد چکشی الان نظمش به هم ریخته، نمیتونن بسازن، نمیتونن کار کنن، قاضی هم غرق تو پرونده، یکی تو سر خودش میزنه یکی تو سر پرونده میزنه، نمیتونه آخه 10,000 پرونده رو چجوری بخونه این قاضی مادرمونه. آخه چی درست کردید اینجا؟ این برخورد چکشی. حالا یه چیز براتون بگم آقا، کلاهبرداری چقدر مجازات داره؟ میدونید دیگه، 3 سال تا 7 سال. اگر اخلال در نظام اقتصادی هم باشه حتی ممکنه به اعدام هم بکشه. خب بسیار بی‌حجابی چقدر مجازات داره؟ تمام زوراشون رو زدن مسئولین قانونی از زمان مرحوم امام تا حالا، حد اکثر الان بی‌حجابی نوشته حبس کوتاه مدت، ولی اینم با قانون کاهش مجازات حد شده جزای نقدی. یعنی بی‌حجابی فقط یه جزای نقدی داره. خب در نظام جمهوری اسلامی که بر طبق اسلام قوانینش ما که معتقدیم دیگه، درست؟ در نظام جمهوری اسلامی یه جرم داریم، یه اتهام داریم 7 سال و تا اعدام، یه جرم داریم یه جزای نقدی. خب آقا به نظر شما این شرکتی که بهش میگن کلاهبردار، من نمیدونم این شرکتی که میگن کلاهبرداری کرده، آیا مأمورین نیروی انتظامی اینو رفتن به خاطر کلاهبرداری فلان کردن؟ جالبه، نه، رفتن به خاطر بی‌حجابی، اونم بی‌حجابی مشتری ها، نه خودشون. گفتن آدمای بی‌حجاب میان اینجا. آقا اگر آدمای مشروب خور برن از یه جایی لوبیا بخرن، لوبیا فروشی ها میبندن، آخه شما چه کار دارید میکنید؟ رفتن به خاطر بی‌حجابی بستن. خب وقتی به خاطر بی‌حجابی بستن، تازه اگه نمیبستن این اصلا ادامه پیدا میکرد. اون کسایی که گوشی خریده بودن گفتن ای بابا اینو پولوم کردن، نمیدونم به خاطر چی. گفتن این حتما دزدی کرده، بریم هجوم ببریم. اگه هجوم نکرده بودن، نبسته بودن به خاطر بی‌حجابی، ادامه پیدا میکرد. دقت میکنید؟ اینه مسئله. برخورد چکشی اینجوری همه چی رو به هم میریزه. اگه شما رفته بودید با این شرکت تماس گرفته بودید و دیده بودید که این کارو میکنه، اصلا کیفری یا حقوقی، و بهش اختار میدادید که آقا شما اینا رو گرفتید، این مقدار فروختید، در این مدت باید حساب مردم رو بدید، این نه فرار میکرد و بعدم تحت نظرش میگرفتید، باید پولای مردم رو برگردونید و اینجا غیر قانونی، اینو باید درست کنید. اینطور که شد چی میشه؟ اینطور که شد این کار درست میشه. برخورد چکشی که یه دفعه اومدیم رفتیم، اونم در میره پول. حالا دیگه مردم بیا به پولشون برسن، مگه رسیدن به پولشون؟ چرا میگیریم محکوم به اعدامش میکنیم؟ اون آقای معروف رو محکوم به اعدام کردن دیگه. من یه وقتی به دوستان میگفتم اصلا محکوم به اعدام، به تهدیدش کردن. گفت چطور؟ گفتن بهش گفتن فکر نکن حکم رو اجرا میکنی. توجه میکنید؟
بهش گفتم فکر نکن حکم اجرا میکنیم، حکم ادامه ده اجرا نمیکنیم تا پول مردم رو پس ندی، از اجرای حکم خبری نیست. حکم اعدامه ولی نه خیر، باید پول مردم رو بدی بعد حکم اجرا کنی. اونم در به در داره میگرده پولای مردم رو هرچی زودتر بده تا حکم اجرا بشه دیگه. بیچاره چقدر بلا دقیق بمونه. آقا این چه کاری شد؟ آقا به خدا این تخصص نیست، این حفظ مال مردم نیست. این چه جوری مال مردم اینجوری حفظ میکنه؟ بنابراین این برخورد قضایی هم باز مخربه. برخورد قضایی هم باز اینم به فیر به پیغمبر، باز اینم باید کارشناسا برخورد. میدونی چیه؟ من یه ملاقاتی برای یه کاری رفته بودم، خدا رویش شاد کنه، مرحوم شهید بهشتی، همونجا دیدم پشت تلفن یه آقا ما 50 تا نیروی زبده میخوایم برای تشکیل پلیس قضایی. همونجا بودم، اتفاقی بود، ابتکار ایشون بود. میدونی پلیس قضایی چی بود؟ یه کسی که به دستور قاضی میره اگر جایی رو پلم میکنه حساب شده پلم میکنه. خب توی جریان ادغام پلیس قضایی منحل شد. آقا دستگاه قضایی آسمون رفت، زمین اومد، هر کاری کرد، نیروی انتظامی زیر بار نرفت. نه ما خودمون هستیم، ما خودمون هستیم دیگه، برای چی دیگه پلیس قضایی؟ آقا پلیس قضایی خودش یه نیمچه قاضیه، آموزش میبینه، آموزش قضایی میبینه. شما نیروی انتظامی ضابط قضایی باید جدا باشه. نه الان در هر مرکز انتظامی هم یه بخشی زدن تو کلانتری، پلیس قضایی و چی، یه افسری رو گذاشتن اونجا، آقا شما پلیس قضایی باش. بابا یه آموزش قضایی میخواد، بنابراین اینا باید درست بشه. خب حالا چه کار کنیم؟ کار یک جنبه کیفری داره، یک جنبه حقوقی داره. کار کیفری من معتقدم که به جز ضایع کردن حقوق مردم فایده ای نداره. یک جا بگید که طرفو گرفتن. آقا دولت میاد، اسمشم نمیگم چون معلوم میشه کی، دولت میاد یه چیزی رو میفروشه، اعلام میکنه آقا ما این شیء رو میفروشیم، اسمش هرچی میذاری بزن. یه نفر میاد خیلی زیاد میخره، تو خیلی زیاد خریدی، اعدامش کنی. خب تو چرا اینقدر زیاد خریدی سلطان فلان؟ آقای دولت خودت فروختی. خب من فروختم، تو چرا اینقدر خریدی؟ آقا اگر قرار باشه اونایی که اینجا شرکت کردن، اونایی که همکاری کردن، عدم اول خود شماست. یه مثال بزنم، شما اسم پدیده رو آوردید، من که سعی میکنم اسم نیارم، درسته؟ باور کنید همون زمان ما که دیگه کسی حرفمون گوش نمیکنه، با خانم صحبت میکرد، گفتم خانم باور کن تقیه این مسئله در میاد، این تبلیغی که تلویزیون میکنه. همون سال بعد یک آقایی هم اونجا رفت گرفت محاکمه کرد، چه کار کرد؟ چند نفر به حقشون رسیدن؟ همه رسیدن. بعد میدونید یه آقایی اومد، میدونید چی گفت؟ گفت که اختیار ما یه کمی از خدا کمتره. من گفتم اسم نمیارم، خودتو میشناسی، اختیار ما یه کمی از خدا کمتره. من میگم نه خیر، اختیار شما از خدا بیشتره. چرا؟ برای اینکه خدا با خود خداییش برای خودش وظیفه تعیین کرد. خدا یه جایی یه چیزایی بر خدا واجبه، یعنی چی؟ اگه انجام نده میره جهنم؟ نه، مثل واجب بودن به ما نیست، خدا خودش بر خودش واجب کرده. چی گفته؟ و کان حقا علینا نصر المؤمنین، این حق، این به گردن ماست که مؤمنین رو نصرت بده. خب و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اصلا ما عذاب نمیم، نباید عذاب کنیم، من قول میدم. خب میگم اختیار شما از خدا بیشتره. چرا؟
چون خدا بر خودش ممنوع کرده که بدون ابلاغ و اعلام و اتمام و حجت مجازات نمی کنم. اما شما بدون اتمام و حجت مجازات می کنی قربان، پس اختیارتو از خدا بیشتره. البته می دونید آقا الان کجاست؟ اختیاری که از خدا بیشتره الان دوستان بند ببینن کجاست. آقا اون زمان به طرفداری شما گفت، شما گول طرفدار بودن اینو نخورید، این تیشه به ریشه نظام میزنه. خودتون الان چه کارش کردید؟ حالا فهمیدید، ولی اون اثرش اون زمان رو نظام موند که در نظام کسی میگه اختیار من با خدا قابل مقایسه است. خب مسئله کیفری، بنابراین من معتقدم که تعقیب کیفری به جز ضرر هیچ فایده نداره. تعقیب کیفری مال اول بود که اون دفتر دفاع از حقوق عمومی باید انجام میداد. من اینا رو پرونده دارم، من پرونده گلدکوئیست خب رسیدگی میکردم. آقا 1400 تا شاکی داشت، پرونده های مختلف بود. حالا تا دیگه پرونده ای که تو تهران بود که 480 هزار شاکی داشت، اون کیفری هم اول بود. اما الان قدم اول باز وظیفه دستگاه قضاست. وقتی همچین اتفاقی افتاد باید بلا فاصله ورود کنه و از فرار افراد جلوگیری کنه. اما خب اون آقا رو به قول اون خواننده میگفت، خیلی جالب میگفت، داشت میخوند تو کانادا، یه دفعه یه نفر وارد شد، حتما دیدید، اینم برگشت گفت که دزد با دنیایی از ثروت به شهر امن شد، شهردار شهر راهی جز حمایت کردن از ایشان نداشت. گفت کشور منم چند میلیارد، چند میلیون دلار، چند نمیدونم بیارن تو قوم، الان بیارن تو تهران بیارن. خب شهردار میگه بابا اینقدر پول ارده کجا بگم بره، اونم که فقط پول دیگه بله ما خب اونم میره جاش اونجا. آقا اینقدر پول ورده قدمت رو چشم بیا. خب ولی این آقا رو کی فراری داد؟ من که اسم نمیارم که، تو مسئولین ما هم نیستم، ولی بالاخره یکی فراریش داده دیگه. آقا نذارید اگر کسی فرار کرد، هیچی اینجا بدون نقشه نیست، هیچی بدون اتفاقی نیست. اول ببین کی فراری داد اینو. شما اولی که رفتی پلم کردی، آقایی که به خاطر بی‌حجابی میری پلم میکنی، شما اصلا فکر میکنی اینو پلم کنی چه اتفاقی بعدش میفته؟ شما مگه نمیبینی اینقدر آدم اینجا پول گذاشتن، اگه پلم کنی اینا چه اتفاقی براشون میفته؟ بسیار خوب. اما الان عرض کنم، به دوستان عرض کنم، به اونایی که مالشون رفته، ببینید مالو برده، خب اگر کسای دیگه برگشتن، چرا بعضی رو خیلی سریع بر میگردونن، ولی اونایی که پول بردن نه، جاشون امنه. حالا اگر کسایی دیگر رو برگردوندن، اینم برمیگردونن، حرفی نداره. ولی این آدم رفته، شکایت کیفری هم فایده نداره، حکم صادر کنن که اعدام، پول نمیشه برای شما که. برید یک وکیلی بگیرید که اموالی که ازشون در دست است نذاره پراکنده بشه، توقیف اموال بگیره و اینها رو با جمع شدن و داد و بیداد و اونجا میگه رفتن، یکی نمیدونم رفته کامپیوتر ورداشته، یکی رفته مونیتور ورداشته، یکی رفته این ورداشته. من نمیدونم آیا مثلا امنیت اونجا چجوری حفظ میشه، من نمیدونم، ولی این راهش نیست. تمامی که در قامم اینجوری بود، 80 نفر جمع شدن، رفتن جمع شدن داد و بیداد، یا شکایت کیفری کردن. چی شد؟ عده ای اومدن گفتن اینجا ورشکست شده. خب چی شد؟ آقا شما 10 سال پول دادید ورشکست شده، بیا این پولتو بگیر برو.
این فولتو بگیر برو. خب بعد چی؟ این ثروتی که اضافه شده از تو حساب کردی اصلا این مال اندازه بدهیاش هست یا نیست؟ برای چی اعلام ورشکستگی کردی؟ اعلام ورشکستگی میدونی یعنی چی؟ کسی که اعلام ورشکستگی میکنه وقتی قاضی ورشکستگیشو قبول میکنه یعنی در پناه قانون قرار میگیره. آقا من پرونده داشتم، میگفت باور کن فلانی 15 کیلو طلا، 15 کیلو طلا رو از ویترین مغازش جمع کرد، گذاشت تو کیفش، برد فردا رفت درخواست ورشکستگی داد. آقای قاضی برای چی این درخواست رو قبول میکنی؟ میدونی درخواست ورشکستگی یعنی این که یک، آقا این شخص در حمایت قانونه، این شخص دیگه زندانی نداره، به خاطر بدهی نمیره زندان، این شخص اندازه مالش اندازه یه مسکن و یه ماشین و زندگی باید در اختیار مستثنیات دهی نشه. اما اون 15 کیلو طلا چی؟ من ندارم اصلا. طلا چی بود؟ طلا رفت. گفت طلا رفت، اندازه زندگیش باید در اختیارش باشه. خب خونش هم دست نزنید، خودش هم زندانی نکنید. خب موجودش چیه؟ من هیچی ندارم، طلا که سند نداره که. طلبکارا چی؟ طلبکارا بیاید منتظر بشید، انشالله که گیرش میاد به شما میده دیگه، این به درد نمیخوره. اگر اونها یه وکیلی رو به کار گرفته بودن، وکیل میومد دفاع میکرد، میگو این ورشکسته نیست، بیاید حساب کنید، شهود رو ببینید، اما روش حساب بکنید. وکیل نمیذاش اعلام ورشکستگی بکنن. میدونید مشکل چیه؟ یه قانون مادهی داره، قانون تجارت، میگه چی؟ میگه کسی که ورشکسته بشه تا یک ماه تا سه ماه یا سه ماه، الان تو ذهنم سه ماه شاید باشه، سه ماه یا یک ماه، یک ماه یا سه ماه فرصت دارن معترضین بیان اعتراض کنن. خب این مدتی گذاشت دیگه حق اعتراض کسی نداره. خب از این ور قانون آینه دادرسی مدنی میگه چی؟ میگه اگر یک حکمی صادر کرد و کسی خبر نداشت، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 1 سال دیگه، این به ضررش بود، یه دفعه با خبر شد، میتونه به عنوان معترض ثالث بره بگه آقای دادگاه این حکمی که صادر کردی من خبر ندارم، این به ضرر منه، اینجا حق من ضایع شده. خب اینجا قانون تجارت میگه یک ماه یا سه ماه، آیین دادرسی میگه چی؟ مدت نداره. عده زیادی از قاضی ها میگن چی؟ میگن همون یک ماه تا سه ماه. یعنی آقا اگر تو دیدی متوجه شدی که این آقا 4 سال پیش درخواست ورشکستگی کرده، ولی تو میدونی که این مال داره آنجا قائم کرده و به ضرر توه، میره میگه آقای قاضی اینجا یه زمین داره مال خودشه، اینقدر طلا قائم که اینا این جاشو دارن بلدن، خب بیا این حکم رو نفذ کن. میگه نه، حکم قطعی شده دیگه، فرصت یه ماه یه زمان گذشته، این بدبختی هم هست. اونم قانوندانای قانون شکنه، یعنی روح قانون رو با متن قانون میان میشکنه. خب بنابراین وکیل بگیرید، البته وکیل باسواد که انشالله همه باسواد، وکیل خبره بگیرید و بعد فوری نرید داده بیداد و شکایت کیفری که طرف بذاره فرار کنه. من این توصیه رو میکنم. باز زیاد صحبت کردم، ببینم شما آیا این قانع کننده بود صحبت های من یا نه. خیلی عالی بود، دستتونم درد نکنه و مطلب مهمی بود که آقا شکایت حقوقی بشه، ولی من فکر میکنم تو این قصه احتمالاً طرف فرار کرده، الان این چیزایی که دارن میگن فرار کرده، بعد دست مردم بند نیست. اما
تلویزیون شروع کرده به اینکه آقا اون سلبریتی هایی که اینو معرفی کردن اونا باید محاکمه بشن. البته تو داستانهای قبلی که خودش تبلیغ میکرد و مردم کلا سرشون رفت خودشون محاکمه نشده. من میخوام حقوقی اونی که تبلیغ کرده اون نهاد حکومت، حالا وقت فرد تبلیغ کرده و حکومت اصلا این قابل پیگیریه، چه فرد چه حکومت یه چیزی رو تبلیغ کرده. یه قانونی داریم در چک بهش میگن قانون، یه خواننده خانم مشهوره، من اسم نمیخوام بیارم، میگن قانون فلان خواننده. این چیه؟ میگه اگر چک مدت دار بود بس کیفری نداره. چرا؟ اون خانم برای خوانندگی توی کاباره تعهد داده بود، چک هم ازش گرفته بودن، اون زمان وصف کیفری داشت. رفتن گرفتن که این آدم رو، چون نرفته بود دیگه اونجا بخونه، اون صاحب کاباره گفته فقط باید برای من بخونی، اینم نرفته بود اونجا بخونه، گرفتن بندازنش زندان. از این ور یکی از صاحب منصبان گفته بود خواننده که نمیشه زندانی کرد، که بودم بازپرس اینجا بازپرس ببینید، گفته بود نه قانون من باید انجام بدم. آقا فلانی گفت فلانی من نمیشه، من قاضی نه اینکه، حالا بگذارید، گفته بود من قبول نمی کنم. بازپرس گفته بود من قبول نمی کنم و باید بره زندان، قانون میگه باید بره زندان. بردن رسوندن به نظر حالا یا اولیا حضرت بود یا حالا اولیا حضرت بود نمیدونم، گفتن که نه اینجوری نمیشه. گفتن اصلا به قاضی که نمیتونیم، قاضی قانون میخواد اشرا کنه. به خیلی خوب قانون عوض کنید، چکایی که مدت داره دیگه جنبه کیفری نداشته باشه. به برکت اون خواننده قانون عوض شد، چکای مدت دار دیگه کیفری نشد، اونو میگن قانون فلان خواننده. خب بسیار، یه قانونی بذاریم، قانون پدیده. چرا؟ آقا افراد کسایی که تبلیغ کردن برای یه چیزی که کلاهبرداری از آب در اومده، درسته؟ کسایی که تبلیغ کردن مجازات میشن. بسیار خوب، شما بی زحمت نتیجه بررسی پرونده صدا و سیما رو در جریان همون پدیده که تبلیغ اصلیش از اینجا بود، مثلا بهشت معرفی میکرد، خب تبلیغ میکرد، اون صدا و سیما داره میگه دیگه، دروغ که نیست که. شما لطفا اول حکم اون پرونده رو بیارید ببینیم چه حکمی صادر کردید، اون وقت بشه قانون پدیده، یه روال بشه، ما از روی اون رونویسی کنیم، برای اینا هم رأی صادر کنیم. حرف بعدی که نیست، مگه نمیگه تبلیغ کردن برای کلاهبرداری بده؟ بسیار خوب، حکم اونو بیارید، ما از روی اونو اب ندارم، اگه منو قاضی کردید از روی حکم اون من رأی میدم. خواهشن تسبیح حساب بذارید برای وقتهای دیگه. اینا خودشون بیشتر از اون، بابا اینا اصلا سرمایهشون مردمن، اینا اگه مردم دست بدن هیچی ندارن، بابا این شرمندگی خودشون کافیه، تو رو مردم نمیتونن نگاه کنن. چی داری میگی؟ چرا تسبیح حساب میکنی؟ آقا مردم، تو مال تو باختی، اون اعتبارشو باخته، برو اونی که اعتمادشو باخته به اون بگو چرا اعتمادتو رو از دست دادی، تو چه کار میکردی این کار کردی. فقط من یه چیز بگم، باز خاطر است، یه زمانی من دیدم که یه قانونی داریم که اگر یک مرد خارجی بدون مجوز مخصوص با یه زن ایرانی ازدواج کنه 3 سال زندانی داره، ممنون. یه مدتی دیدم یه دفعه ای پرونده ها زیاد شد، گزارشو میرن با یه متهم میفرستن، آقا این تبعه فلان کشور با یه زن ایرانی ازدواج کرد. بله، شما متهمید که با یه زن ایرانی بدون مجوز ازدواج کردی. بله آقا، 27 سال ازدواج کردم، 3 تا هم بچه دارم.
بله آقا 30 سال ازدواج کردم، بله آقا 15 سال ازدواج کردم. و همه اینا اکثریت قریب به اتفاقشون به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر میشد، چون مرور زمان 3 سال که بگذره از یه جرم اینطوری دیگه تعقیب موقوف تموم شد. جرم بود تا 3 سال باید تعقیب میکردی، نکردی دیگه بلش کن. اکثر اینا به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر میشد. بعد یه روز اون افسری که پرونده ها رو می آورد گفتم که حالا پرونده درس کنم، افسر فوق لیسانس حقوق سربازی، محترمانه ترین کاری که بهش میدن پرونده ها رو میدن از کلانتری بیاد دادسرا، از دادسرا ببره کلانتری. چه کار تخصصی، از تخصص جوان ها میگن استفاده میکنه. خیلی خوب، حالا به اون افسری که پرونده رو می آورد گفتم سرکار جریان چه این پرونده ها زیاد شده؟ گفت که سردار تصمیم گرفتن با این جرم برخورد کنن. و توی جلسه با دادستان مطرح شد، گفتم آقای دادستان باید سردار تصمیم بگیره به چه جرمی برخورد کنه، شما به خودت چه کاره ای؟ البته خیلی هم ناراحت شد. بعدم خوندم توی قطعه مفصلی که گفته بودم، از فیض و زبان سرخ و تلخش فریاد، تا کی سر سبزش به سپارت برباد، غم نیست اگر حقیقتی گفته شود، جانها به فدای راه حق باید. مفصل گفتم سردار باید تصمیم بگیره، شما تصمیم بگیری با یه جرمی برخورد کنی. بله میگم الحمدلله سرتون سر جاش الحمدلله. ولی بالاخره باید منتظر بود بالاخره. بله اینجوریه. به حضور عرض کنم که الان آقا سردار اگه تصمیم گرفت با جرمی برخورد میشه. نیروی انتظامی اب نداره، اونا من دستشون رو میبوسم، ولی هر کسی رو بهر کاری ساختم. آقای دادستان تو باید خودت وارد بشی، نه اینکه هر چیزی رو اونا آوردن شروع کنی به بررسی. این خیلی مهمه. خب من زیاد حرف زدم در خدمت. من مخلص که ساعتمون تموم شد و من خیلی استفاده کردم. تا قبل لایوم کم سعادت بودم شما رو ندیده بودم، دوستان کلی تحقیق کرده بودن البته راجع به شما، گفتن آقا درجه یک عالی. خیلی استفاده کردم، خیلی هر من دوست دارم بود. یه جلسه هم لطف کنید راجع به مسائل بانکی، بسیار مهم، یه صحبت مفصلی اگر سلام بدونید. من خیلی حرف دارم، اگه جا مناسب بود خیلی بهترم میشد. من مطمئن به صحبت شما، ولی واقعا مطالب عالی بود. الانم غیر از پیگیری حقوقی، چون پیگیری کیفری تهش میخوای صدا سیما که داره تصفیه حساب میکنه، اون که هیچ اصلا من توصیه نمیکنم کیفری. بله خیلی عالی، موافقم. خیلی خوشحال شدم، من یه برنامه ممنون که این امکانو برای ما فراهم کردید. ما خیلی افتخار بود. قربان شما و همه شنونده هاتونم سلام عرض میکنم و خداحافظی. عزیز منی ممنون، موفق باشی. ممنون شما، خداحافظ شما. خداحافظ دوستان، من خداحافظی میکنم، ببخشید.